سلام بینندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه و روزهای هفته را به خوبی گذرانیده باشید. ما هم امروز طبق معمول همیشگی با برنامه‌های تازه کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت ببرید. بله، معرفی اولین کتاب این هفته را اختصاص می‌دهیم به کتاب جغرافیای بازار وکیل، نوشته ی آقای حسن مکارمی از نشر گردون. همدلی عنوان داستان بلندی است، ساده و دلنشین و با نثر شیوا از حسن مکارمی، نویسنده مقیم پاریس که در سال 1997 نگاشته است. دختر کوچک ممدلی همان پری افسانه‌ای قصه های خیالی جوانان شیراز بود. شبها به خواب آنها می رفت تا آنها را به لطافت صبح و نسیم امیدوار سازد. دختر کوچک ممدلی همان شمعدانی های کنار بارگاه حافظ بود، ماهی های آب سعدی بود. آموزش زبان آلمانی فارسی عنوان دومین کتاب این هفته ما می باشد، به اهتمام آقای مصطفی ارکی، برای علاقمندان به فراگیری هر دو زبان از نشر کارگاه فرهنگ بلون ملل. در این کتاب درسی مختصری است درباره فراگیری زبان فارسی و به عوض بنای محرک‌های گرامری بیشتر سعی شده است از طریق داستان‌های کوتاه ساده روزانه حداقل روزانه بر زندگی فعلی درون ایران گشوده گردد. درس‌ها و تمرین‌های موجود در این کتاب در اثر تجربی است که مؤلف در مدرسه ملت کسب کرده است. نحوه آموزش این کتاب ناشی از شناسایی روش جدید فراگیری زبان می باشد. کتاب سه بانوی شعر معاصر ایران در سه جلد نوشته دکتر رنگیز کراچی از انتشارات داستان سرا می باشد. عالمتاج قائم مقامی، پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد سه بانوی شعر معاصر ایران موضوع سه مجلدی هستند که به کوشش دکتر روانگیز کراچی تألیف شده است. هر یک از این سه کتاب شامل دو بخش است که بخش اول به اشعار و بررسی آنها و همچنین زندگی نامه کوتاهی از این شاعران عزیز اختصاص دارد و بخش دوم کتاب شناسایی توصیفی شامل اطلاعات منبع شناسی و تحقیقی برای علاقمندان است. بله، و اما آخرین کتاب این هفته زنان در بازار کار نام دارد، نوشته سرکار خانم مهرنگیز کار. در تألیف کتاب زنان در بازار کار در حد توان تلاش شده است تا عوامل مثبت و منفی در این گسترده مورد شناسایی قرار گیرد و چراغی فرا راه سیاست‌گذاری های کلان روشن شود. انگیزه و امید این است که صاحب نظران دیگر بحث را در جایی که ظاهراً تمام می شود ادامه بدهند، زیرا موضوع مشارکت زنان در امور نه تنها در جامعه ما بلکه در سطح جهان بسیار پیچیده است و نقطه پایانی برای مباحث فزاینده مربوط به آن نمی شناسیم. خب بینندگان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. شاد و سربلند باشید.